منو جلوی بازیکن ها سایه میکنی؟ بهت میگم بایسا. بفرمایید. مثل که یادت رفته من کیم. شما هر کی که میخوای باش، این باشگاه یه مدیر داره، اونم منم. اون وقت کی گفته شما باید مدیر باشی؟ هیئت مدیره. باور نمیکنی از رئیسشون بپرس. من رئیس هستم ولی فقط یه رأی دارم. منظورتون چی؟ یعنی فکر می‌کنین خانم واقعا رأی میاره؟ نه. نه؟ من کار دارم، باید برم، من نمیتونم. گوش کن ببین چی میگم. سه دونگه این باشگاه مال منه. مگه مهریه‌تو نمیخوای؟ برو بشین خونه، من هر ماه سهمتو میریزم به حسابت. چرا تو نمیری بشینی خونه من سهمتو بدم؟ دیگه داری خیلی حرف میزنی. اگه فکر کردی با این کارا من اینجا رو ول میکنم و دو دستی تقدیم تو و بابات میکنم، کور خوندی. اونی که باید بره توی. شنیدی عزیزم؟ ببخشید خانم. یه آقای اومدن اینو دادن که بدم به شما. گفتن بهتون بگم حتما برید. خیلی ممنون. الو. الو. نست دادن؟ مامان جان. نست دادن؟ چی شده؟ الو. الو مامان شما. دخترم کمکم کن. الو. خانم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. نوشه جان. دختری بیشور. به من میگه نباش. ای آدم اینقدر بی‌ادب؟ اینقدر عقده‌ای؟ قصد دخالت ندارم، اما احساس میکنم شما اشتباه کردین. شما باش درگیر شدین و این دقیقا همون چیزیه که اون میخواد. منظورتون چیه؟ سیاست داشته باشین، با پنبه سر ببرید. اگر باش درگیر بشین، اون کسی که بازنده میشه شمایید. چرا اون برنده است؟ چون قدرت دستشه، حمایت هیئت مدیره رو داره. درسانی پدرش بوستانی بزرگه. من فهم میکرم شما اونوری باشین. من طرف حقم. الان هم احساس میکنم حق با شماست. مدیر باشگاه باید دستش رو جیب خودش باشه، نه چشش به جیب دیگران. الان من باید چیکار کنم؟ شما به نظر من تلاش کنید از خودتون یه چهره مقبول بسازید. بذارید آدم بده این ماجرا اون باشه. انگار شما هم دل خوشی ازش نداری. اتفاقا من برای شخصیتش ارزش زیادی قائلم، اما برای مدیریتش بهتره بگم سوء مدیریتش. نه، ایشون با این تصمیمایی که گرفته داره باشگاه رو نابود میکنه و من احساس میکنم شما اون کسی هستی که میتونی جلوش وایسی. آره من جلوش وای میسم، اما با دوستی. با پنبه. بله با پنبه. این نیما و بهرام سالها بود یه تو نشیده بودن، ولی امروز جلوی همه به غلط کردن افتادن. خدایش خیلی حرفه. بالاخره یه فوتبال و یه قباد مسرور. هر کی با قباد در افتاد ور افتاد. بی خود نیست به من میگن آخرین سلطان. کی میگه اون وقت؟ همه میگن. خود علی آقا هم در جریانه. بچه خانم بوست داریم. جمعه داریم عباز اومد. سیریشه دیگه. قباد. 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 گیر داده دیگه. با اجازتون سوار شو بریم. چیزی شده؟ بودو بهت میگم. جواب نمیده. حسن خانم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خدا کنه دروغ باشه فقط. چی؟ هیچی بلش کن، فقط گوش کن. ما الان میرسیم جلوی خونم، تو توی ماشین بشین. اگه تا 10 دقیقه از من خبر نشه زنگ بزنی پلیس بیاد، باشه؟ پلیس واسه چی؟ همون کاری که بهت میگم بکن دیگه. چش. زنگ بزن. من اینجا
چند تا مرد گنده لگد به در میزدم، میخواستم بیان تو من خفه کنم. دوست بودن؟ دوست کدومه؟ درباره اون باشگاه کوفتی تهدید میکردن. انقدر به این باشگاه چسبیدی که منو بکشتن دادی. اونجا خدا رو شکر الان که سالمیم که. حتما باید یه جنازه منو پیدا کنی که خیال راحت شه. دور از جون تو، حالا چرا زنگ نزدیم پلیس؟ شمارش یادم رفته بود. 110 دیگه. 100ش یادم بود. خیلی خوب، حالا چی میگفتن؟ عربده میکشتن که باشگاه رو آتیش میزنن. خب چی میخواستن؟ تو رو خدا ببخشید، دیگه وقت نشد ازشون بپرسم. برم پیش پلیس. نه نه، تهدید کردم بریم پیش پلیس، دوباره برمیگردن. چی؟ شما که میگین چیزی نگفتن که. خب همیشه همینطوری، ای پای پلیس بیاد وسط میاد انتقام میگیرن. مامان جان هزار بار بهت گفتم نشین سریالای پلیس جنایی رو نگاه کن. الان بلند شو حاضر شو با هم بریم باشگاه، تنها نمون تو خونه. اینو کی نوشته؟ فردا معلوم میشه. قباد کوش. قباد دیگه کیه؟ بازیکن تیمه، بهش گفتم بیاد کمک من. از دنبالش نگرد، احتمالا تا حالا کشتن جنازه شاند خون زیر کن. خدا رحمت کنه. مامان این چه حرفیه میزنی؟ من بهش گفتم بیاد کمکم، مسئولیتش با منه. ده دقیقتون همین الان تموم شد. هیچ معلومه از تو کجایی؟ ماشین گرم شده بود، شده مثل کوره آجرپزی. رفتم دوتا بستنی خریدم جیگر اون حال بیام. شیشه چرا قرمزه؟ هیچی، شما تشریف نداشتین، اومدن رو ماشین من انشا نوشتن. چی؟ نشریش پیه تو حقش بذارم کف دستش. حالا این حرفا رو ولش کنید، بستنی بریم بخوریم آب میشه. نسترن، عروسی کیه؟ عروسی خواهر آقا قباده. خواهر ایشون؟ مبارک باشه. حالا داماد کی هست؟ باز شروع شد. نمیدونم، من خودم دعوت نیستم. آخه میشه برادر عروس تو عروسی خواهرش نباشه؟ آخه ماجرا اینا هم مثل قضیه من و شعله است. با این تفاوت که دوست سمیش به جنگ با پدرش ازدواج کنه، داره با خواهرش ازدواج میکنه. ایشون هم با این ازدواج موافق نیست. اشتباه میکنی پسر جون. حالا چه ایدادی داره؟ دوست آدم بیاد خواهرشو بگیره، اتفاقا خیلی هم بهتره. بالاخره میشناسیش، خیالتون هم راحت تره. اون آدم از اعتماد من سوء استفاده کرده، منو دور زده که با خواهرم ازدواج کنه. پدر مادر شما زنده هن؟ بله. راضی هن؟ بله. ولی شما بیجا میکنی که نظر میدی وقتی بزرگتر رو میگن خوبه. البته من آقا قباد تو این مورد خاص با هم تفاهم داریم. تفاهم؟ بله ما با هم تفاهم داریم. منم وقتی بابا میخواست با شعله ازدواج کنه باش مخالف بودم. قضیه ازدواج بابات فرق میکنه تا خواهرشون. اینا عاشقن. بابات عقلش کم بود، گول خورد. خیلی خوب، اصلا من فکر میکنم بهترین بحث رو عوض کنیم. میخوای عوض کنی عوض کن، اما نظر من عوض نمیشه. سلام خانم، خیلی مخلصی. شما که باز دارین تو باشگاه پرسه میزنیم، من قرار نشد تو اتاق هواداری بمونید. بله بله، انگار همه یادشون رفته ما هم زن و بچه داریم، خرج داریم، زندگی داریم. از شما الان 3 ماه یه پاپاسی با ما نرسیده. اینطوری آدم حالا تشویق کردن نداره خانم. که باشه، حق با شماست. من با حسابداری صحبت میکنم، باهاتون حساب کتاب کنم. به جون شما خانم، همین الان 10 تا باشگاه دنبال منن، دنبال یه لیدر کاربلدی عین من. ما اینجاییم چون دلمون اینجاست خانم. گفتم باشون صحبت میکنم دیگه، بفرمید. قربون شما. سلام. سلام.
سلام، کجا بودیم با هم؟ خانم شعله میخواستم ماشین بخرم، گفتم تنها نباشم. گفتم فعلا این زیر پام باشه تا ببینیم چی میشه. مامان شکو، شما اینجا چی کار میکنی؟ تو رو خدا ببین چطوری پولای بچه من حیف رو میل میکنه. بچه شما پولش کجا بود؟ اینا همه از عرضه خودمه. راستی نسرن جون، یادت باشه رسید اون 500 میلیون رو به من بدی. خیلی خوب. شما 500 میلیون پول گرفتی بعد من اینجا بعد لنگ چندر خواست پول باشم؟ من باید بابت کارم به شما جواب پس بدم؟ نمیدونم. آقای رستمی، تشریف این دفتر من باهاتون کار دارم. آره بریم که اون رسیدم به من بدی. شما اگه اجازه بدین شب تو خونه رسید تقدیمتون کنم. با اجازتون من برم ببینم خانم بوستانی چی کار داره. خواهش میکنم، دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین. خواهش میکنم. پسر جون مراقب باشین ماشین خط نندازن. من کار دارم. سلام خانم، من جمشیدم، رئیس هواداره باشگاه دلاورا. بخواستم ببینم شما جسارتن محافظی چیزی نمیخوای؟ واسه خانم با شخصیت اینه شما هر لحظه امکان داره خطری چیزی پیش بیاد. محافظ که نه، اما مباشر احتیاج دارم. بالاخره باید بدونم تو این فوتبال چه خبره. خبرو پیش منه. شما اراده کن کل زیرو بم این فوتبال رو برات میذارم بیرون. خیلی خوب، شما استخدامی. یه ساعت دیگه به دفتر من اولین چکتو بگیر. جسارتاً دفتر شما کجا؟ دفتر ریاست باشگاه. اونجا که دفتر خانم بوستانیه. مثل که شما هم هنوز نمیدونی تو این فوتبال چه خبره. گرفتم. بشورش. حدس میزدم کار دستای پشت پرده باشه. من تا حالا فکر میکردم دستای پشت پرده شمایی. آره، ولی یکی دوتا که نیست، همیشه هم دست بالای دست بسیار. ولی نگران نباشی، من خودم فردا با شما میام. اگه بگن تنها باید برم چی؟ اون وقت شما تنها میرید، منم شما رو تعقیب میکنم. فکر میکنی خطرناکم؟ خب تو این فوتبال هر اتفاقی میفته، مینیسک که پاپاره میشه، قوزک پا میشکنه، دست میشکنه، بعضی موقع سرم به باد میره. وقتی پدرم اینجا رو بهم تحویل داد گفت اینجا محیط ورزشی سالم، امن، دوست داشتنیه. اما انگار دروغ گفته. چی داریم پش پش میکنیم؟ چه خوب شد تشریف آوردین. داشتم پشت سر شما حرف میزدیم. داشتم فکر میکنم چجوری سرتو بکنم زیر آب و اشترت خلاص شم. من همیشه این صداقت تو رو تحسین میکردم عزیزم. ولی انرژی تو زیاد هدر نده، چون منو خوب میشناسی. تا چیزی رو خودم نخوام کسی نمیتونه وادارم کنه انجامش بده. داشتم فکر میکردم اگر شما دوتا با هم باشین چه تیم خوبی میشین. چیه حرف بی ربطی زدم؟ من یه پیشنهاد دیگه دارم. بهتر فردا ناهار همه بریم رستوران مهمون من. میخوام سور ماشینمو بدم. نه من رستوران میام، نه ناهار رو میخورم که این پولشو داده باشه. گفته باشم؟ مامان جان مراقب باش، آتیش میپره لباسمو خراب میکنه. بتره که چشم حسود و بخلی کورش هر کی نتونه خوشبختی شما دوتا رو ببینه. الان داره قباد نفرین میکنی؟ بله این مار بگزه زبون تو. من با قباد چی کار دارم؟ بابا به نظرت چطوره؟ میخواستی که تو باشه. الان خودش اونجاست، دلش اینجاست، پسر باباست دیگه. تا حالا سابقه نداشته از من دور بشه. بابا قبادو نمیگم که، پیراهن عروسیمو میگم. خوبه دخترم، مبارکه. ببین آقا جواد، اصلا من خودم درستش میکنم، حتی اگه لازم باشه مینا رو میبرم. مینا رو چی؟ میگم مینا رو میبرم همونجا با قباد جان صحبت کنن. و اینکه بالاخره خواهر برادری زبون همدیگه رو بهتر میفهمین دیگه، مگه نه؟ اتفاقا برعکس، من و قباد اصلا زبون همو نمیفهمیم. همین دیگه، منو بگو چه زبون نفهمای دورمو گرفتن. خانم البته بلا نسبت شما آقا جواد. بدبخت شدیم، داره براش خواستگار میاد. برای کی؟ واسه سحر دیگه. الان داشتم باش تلفنی حرف میزدم، گفت یکی از آشناهاشون داریم ات خواستگاری. بیچاره خیلی هم ناراحت بود. خب به سلامتی، مبارکه. مبارکه بابا، سحر رو دارم میگم.
قباد دلش میشه سحر اگه بفهمه ازدواج کرده خیلی ضربه روحی سنگینی میخوره. الهی بمیرم. این پسر من چقدر ضربه روحی میخوره. خب کاری نداره که جواب منفی بده. نمیتونه. باباش پاشو کرده توی کفش الا بله بعد با این پسر ازدواج کنه. عجب آدمای مستبد و خودخواهی هستن ها. مگه ازدواجم به زور میشه؟ بحث این نیست آقا جواد. ایشون میخواد با قباد لجبازی کنه. میخواد یه کاری کنه قباد ناامید شه. ولی حالا که قباد نیست من که هستم جلوشو میگیرم. هیچ جوری نمیشه جلوشو گرفت. اگه آقا کاظمم راضی بشه که دخترشو نده به این پسره، خود سحر دیگه راضی نیست زن قباد بشه. با خیلی هم دلش بخواد زن پسر من بشه. خیلی دلش میخواست مامان جون، منتها شما یه کاری کردی که دیگه کلا دل زده شو. من چیکار کردم؟ تو بیمارستان یه جوری قربون صدقه اون دختره رفتی، ان شاء الله ماشاءاللهش کردی که بیچاره سحرم فکر چه شد اون دختره رو گرفته. من چشم در بیاد اگه اونو گرفته باشه. من اگه ازش تعریف کردم واسه خاطر قبادم بود که بیشتر بازیش بده. وگرنه 100 سال سیاه من یه همچی عروسی نمیارم که هم چند سال بزرگتره، هم قدش کوتاست، هم قیافش شبیه مایتابهی میمونه که دماغ ازش زده بیرون. تمومش کنیم، من حلش میکنم. ای مینا جلو شوهرتو بگیر، ما شانس نداریم. میره حلش کنه، میزنه کلن من حلش میکنه. ببخشید آقا، پلاک 10 منزل های رحمانی کدوم میشه؟ همین دوتا خونه جلوتر دست راست تو همون در سفیده. خیلی ممنون. برای چی اینجا وایسادی؟ شما دوتا کجا راه افتادی؟ مایه قناشت حلش کنی. آره خب الانش هم میگم حل میکنم، ولی خب همین الان براشون مهمون رسید، بذاریم برای بعد بهتره. فقط ادعا داری. سلام. چیه چیکار داری؟ دو دقیقه میخواستم وقتتون رو بگیرم. من با شما حرفی ندارم، برو مزاحم نشو. من با شما حرف دارم آقا کاظم. ببین پسر عقب شر نگرد، برو رد کارت، من مهمون دارم. اونا مهمون نیستن آقا کاظم، خواستگارن. بعدش هم شما یه سری قولا به قباد دادین، اون بنده خدا هم سر قولای شما رفته از صبح تا شب داره تو اون باشگاه زحمت میکشه، توپ میزنه، شوت میزنه. بعد شما به همین راحتی اینجا دارید دورش میزنید. خب من به شخصه اجازه نمیدم. اجازه نمیدی که چی؟ بابا که هیچی، من میگم شما داری با احساسات یه جوان بازی میکنی. همین. کدوم احساسات؟ مگه من قولی دادم به اون پسر؟ نه دقیقاً که قولی ندادی، ولی نمور یه چیزایی گفته بودین دیگه، نگفتین؟ الانم شدیداً میگم اشتباه کردم. بابا من با چه زبونی بگم؟ من به قباد دختر بده نیستم. چرا آخه؟ معتاد که نیست، ورزشکار که هست، خوشتیب نیست که هست، فقط یه مقدار مشکل اضافه وزن داره که اینم به زودی انشالله حل میشه. چشه مگه؟ بگو چش نیست. اینقدی به سر بیورزه و بی دست پاس که دو روز، فقط دو روز ندست تو باشگاه دمون بیاره. بازی نکرده اخراجش کردم. من این حرف شما رو تکذیب میکنم آقا کاظم. قباد الان فیکس تیم دلاوران داره بازی میکنه و به شدت مورد حمایت و تشویق هواداراشه. باشه، تو ثابت کن که این رفیقت فقط دوزار فوتبال حالیشه. من شخصا خواستگارا رو رد میکنم. من بهتون ثابت میکنم دیگه. من به شخصه بهتون ثابت میکنم. بفرمایید. بسار یه طوری بسار که برق بیاد. بفرمایید، اینم رسیدتون. اتفاقی میافتاد تا شب صبر میکردی؟ نگران پولت هم نباش، به محض اینکه مشکلات مالی باشگاه حل بشه تا ریال آخرشو بهت پس میدم. این چه حرفیه؟ مگه پول منو تو داری؟ من فقط واسه اینکه میخوام حساب دخل و خرجمو داشته باشم. اینا این پولا که پولی نیست. بهتر نیست الان در مورد درست هزینه کردن این پول بحث کنیم؟
آقای رستم، من واقعا علاقه ندارم الان راجع به مشکلات مالی باشگاه با هم صحبت کنیم، چون عجله دارم باید برم. ماما شوکو اگه اشکال ندارم شما با شعله برو خونه. اشکال که داره، ولی تو برو به کارت برسه. خیلی ممنون. با من کاری ندارین؟ خدافظ. خدافظ. خدا نگهدار. این باشگاه به این گندگی چیزی برای خوردن نداره. سلام. خوب هستین؟ خانواده، عروس خانوم، همه خوبن؟ سلام. بله ممنون، خدا رو شکر. با من کار داشتین؟ بله، حقیقتش اینه که نسر خانم یه اتفاق خیلی بد افتاده. چی شده؟ چجوری بگم، دختر همسایه‌مون داره شوهر میکنه. خب این چه ربطی به من داره؟ نه قطعا که به شما ربطی نداره، ولی خب به قباد جان مربوطه. خب بازم به من مربوط نمیشه. قباد جان ما عاشق سحر خانومه، دختر همسایه‌مون. ای چه جالب، چه خوب. بدیه قضیه اینجاست که پدر سحر خانم همین دختر همسایه‌مون آدم بدبین و بدپیله‌ایه. یعنی ما کلی التماسش کردیم که یه بار برای قباد جان بریم خواستگاری، بعد یهو این خبر اخراج شدن قباد از تیم شما بود، یهو در اومد اینم دعوه کرد گفت من دختر با آدم اخراجی نمیدم. باشه، ولی بازم به من ربطی نداره. خب قباد اگه ببینه سحر خانم داره با یه کس دیگه یه ازدواج میکنه، افسردگی میگیره، دق میکنه. ببخشید، ولی من بازم ربطش به خودم متوجه نمیشم. من قبل از اینکه بیام پیش شما رفتم خدمت بابای سحرخانه‌مون، دختر همسایه‌مون. بعد التماسش کردم که اگه میشه اجازه بده ما یه بار دیگه بیایم خواستگاری، میشونم یه شرط گذاشتم برای اینکه این خواستگار جدیده رو دست به سر کنن. اونم اینه که بهشون ثابت کنیم یه جوری قبا تو تیم شما فیکسه. بالاخره خب میخواد ببینه داماد آینده‌اش جاپاش سفت هست یا نه. خیلی خب متوجه شدم. من رو به سربرگ باشگاه نامه به شما میدم که ایشون بازیکن اصلی تیم ماست. خوبه؟ نامه رو من میخوام چیکار؟ نامه ببرم که گاوندی کردید، دست به یکی کردید، فایده نداره که. خیلی خب، پس شما بهش بگین یه چند روزی صبر کنه که من توی بازی بعدی بذارمش تو ترکیب اصلی بازی کنه. دیره دیگه. تا اون موقع سحر خانم ازدواج کرده، موثر رفته سیسمونی، بچه‌ش هم خریده. واقعا؟ حالا من دیگه اونجاشو نمیدونم، ولی گناه داره قباد. اگه میشه یه کاری بکنین. بعدش هم الان دست من خیلی عصبانیه بابت ازدواج با خواهرش. میخوام بیشتر از این ناراحت نشه. خیلی خوب، ما فردا با رئیس هیئت مدیره و چند نفر دیگه نهار میریم بیرون. من میتونم به قباد بگم بیاد، شما هم اونا رو بیارین تا ببینن دامادشون اونقدر آدم حسابی هست که با اعضای اصلی تیم بره بیرون. واقعا راست میگه خانم بوستانی؟ من از طرف خودم، خانومم، خانواده خانومم، سحر خانوم، خانواده سحر خانوم و کلیه اهالی محل از این حرکت مردم پسندانه شما تشکر میکنم. من اصلا باورم نمیشه شما یه همچین. خواهش میکنم. بفرمایید. گفتی تو این باشگاه چه کاره ای؟ رئیس هواداره تیم، بهش میگن لیدر خانم. کار این هواداره دقیقا چیه؟ کارشون تشویق و حمایت تیم مورد نظرشون. هوادار جماعت دو دسته است. یه دسته اونایی که هرچی پول بیشتر بگیرن کف و سوت بیشتر میزنن، یه دسته اونایی که تو سرما و گرما میان فقط تیمشون رو به خاطر دلشون تشویق کنن، دنبال پول مول نیستن. بعد کار این لیدر که جناب علی باشی چیه؟ این لیدره که میگه کیو تشویق کنیم، کیو بکوبیم، کی حیا کن رها کن را بندازیم، کی خوش اومد بگیم. جناب آقای لیدر، از امروز حواستو بیشتر جمع کن، چون کارهای مهمتر از هواداری تیم داری. شما هم بفهمید خانم. قبل از هر چیز باید بگم من از سر شکل بچهای تیم خوشم نمیاد. بازیکن باید لباسایی که من میگم رو بپوشن. خیلی بامزه بود خانم. ای من با شما شوخی دارم. زود فامیل میشی. 48 ساعت وقت داری یه ست لباس جدید با طرحی که من میدم تهیه کنی. چشم. ولی شما این قضیه رو با سازمان لیگ هماهنگ کردی؟ این باشگاه مهریه منه یا سازمان لیگ؟ کاری که من میگم رو انجام بده. دو روز وقت داری لباسا رو بگیری، طرحش تو سیدیه. وگرنه هم تیم بی لیدر میشه، هم من بی مباشر. خیالت راحت باشه خانم. باید یه مقداری بگی نگی هزینه بره. مثلا چقدر؟
یه 12-13 میلیونی هزینه لباسا میشه. خیلی خوب. این یه چکه به مبلغ 15 میلیون. لباسا رو تهیه میکنی؟ بقیش هم ببره خودت به عنوان پیشقسط. اگه ازت راضی باشم ما 5 میلیون تو حقوق میگیری. در ضمن یه دستی هم به سر ریخت خودت بکش. تو از این به بعد مباشر شعله نیازی هستی. چشم خانم خیلی مخلصی. بعد چیزی شده؟ نصرم میشنوم. میگم هر آدم عاقلی میدونه که حساب کتاب و مادیات سر جای خودشه، رفاقت هم سر جای خودش، درسته؟ حرفتو بزن. البته من آدم نیستم که تو رفاقت مادیات برام مهم باشه. شله حاشیه نرو. من و تو دوستای خیلی خوبی برای هم بودیم، اینو که نمیتونی منکرشی. هر آدمی تو زندگیش اشتباهاتی میکنه. تو هم بزرگترین اشتباه زندگی من بودی. وقتی بعد از اون همه خاطرات خوب اینجوری میگی خیلی ناراحت میشم. برام اصلا مهم نیست. میفهمی که؟ آره. خیلی خوب. پس بیشتر از این مزاحمم نشو. بعدم اینو بدون. من تو خیلی وقته که با هم حرف خوش غریبه ای. خب پس توقع نداری که من 500 میلیون پول بی زبونو بدم دست یه آدم غریبه بعد سرتاشو با یه رسید ساده هم بیارم. منظور؟ منظورم واضحه. شما یه چک 500 میلیونی به اسم شعله نیازی صادر میکنید بابت ضمانت. بعدش هم من میرم دوباره کارم. ببین من زیر دین تو یه نفر مطمئن باش نمیمونم. الانم میرم دست چکه هم میارم. به نظر من نباید به این سادگی خام بشی. بوستانی صد تا مثل تو رو میبره لب چشمه تشنه برمیگردی. اطرافش پر از آدم کله گنده و پول داره، چرا باید عاشق تو بشه؟ عشق این حرفا حالیش نمیشه که. لاکران مثل برق سفاز میمونه. وقتی میگیرتت خشکت میکنه. دیگه نه چیزی میشنوی نه چیزی میبینه. این بنده خودم اینجوری شده. حس میکنم امروز یه چیزی میخواست بهم بگه روش نشد بگه. خیالاتی شدی. حسودیت میشه. حسودی میشه؟ چرا حسودی میشه؟ من میگم منطقی فکر کن. خودشه. کی؟ نسترنه. خانم بوستانی؟ واسه شما بوستانی، واسه من نسترن. حالا سلام نسترن خانم، حال شما چطوره؟ میخواستم بهتون بگم من و آقای رستمی و مادر بزرگم فردا ناهار میخواییم بریم بیرون. شما هم اگه دوست داریم بیاییم. میخوایی منو به خانوادتون آشنا کنی؟ آره دیگه، چه اشکال داره؟ پسر اسپانسر تیم با خانواده مدیر باشگاه آشنا بشه. اشکال نداره. اتفاقا برای دفعه اول خیلی خوب. منظورتون چیه؟ منظوری ندارم که. نسترن خانم شما دوست دارین من چی بپوشم؟ چی؟ نه منظورم اینه که عادی بپوشم، یه چیز شیک بپوشم. چه مدلی دوستی؟ رسمی مثلا؟ هر چی دوست دارین بپوشین. خداحافظ. خداحافظ. میدونی آخرش چی گفت؟ چی گفت؟ گفت تو هم مثل لو هر چی بپوشی بهت میاد. لو؟ لیونل مسی دیگه. ما بهش میگیم لو. تو بمیر. از حسادت بمیر. دیگه بشین اینجا املت تو بخور و اتو بزن، منم میرم رستوران. راستی سینا جان این لباس قشنگی نداریم بپوشم برم اونجا زایه نشم؟ نه خیر ندارم. زهر خواستگارت چی شد؟ هیچی، بابا گفته باید فکر کنی. می اصلا نگران نباشی، من بهت قول میدم امروز کلن نظرش عوض میشه. وا مگه اونجا چه خبره؟ حالا میریم میفهمی دیگه.
به به آقا کاظم گل، ماشاءالله خوشتیپ هم کردیم، بفرمایید. من نمیفهم آخه چه دلیل داره من با شما بیام رستوران؟ هیچ، همین که تو عالم همسایگی با هم رفتیم یه ناهاری زدیم، همین که بنده به شخص از خجالت شما در میاد. ببین پسر، اگه من بگم شما رو بخشیدم بی خیال ماجرا میشی؟ نه خواهش میکنم، این حرف که بزرگی شما رو میرسونه. آقا کاظم بهمون خوش میگذره، ما خودمونم خیلی وقت نرفتیم رستوران. خیلی خوب، شما را بیافتیم منم پشت سر شما میرم. نه نه خواهش میکنم، شما را بیافتین جلو بریم، من پشت سر شما میرم. عزیز من که راه بلد نیستم، شما را بیافتین منم پشت سر شما میام. باشه حالا که اصرار میکنید پس من را میافتم شما پشت سر من بیه. بفرم. چیه تو فکری؟ نه چیز خاصی نیست، من خیلی دوست دارم بدونم اینا کیان افتادن به جون من. بعید میدونم با تو کار داشته باشن، اونا باشگاه رو میخوان. بخشی کیا؟ ببخشید ولی اینجا یه باشگاه شخصیه، انقدر آسیب میکنن تا مجبورشی امتیاز رو بهشون بدی. همچین چیزی امکان نداره. میشه ببرم بگه چی شده؟ در افتادن با اونا کار آسونی نیست، اما نگران نباش من کنارت. من یه تصمیم بزرگ گرفتم. به سلامتی بهم میگن این کانادا؟ نه، میخوام یه جشن بزرگ بگیرم به مناسبت تولد نسل. تولد من؟ آره، چند روزی که تولده، حواست نیست؟ میدونی که من حافظم تو این چیزا خیلی دقیقه. عجیبه، چرا من هیچی نمیدونستم؟ مزین مبارک باشه، 100 سال به این سالا. لازم نکرده، احتیاج به جشن نیست. حالا چه احتیاجی هست چه نیست؟ این بهونه خوبیه که همه آدمای باشگاه رو دور هم جمع کنیم، اینجوری کدورت هم از بین میره. حالا این وسط هم میذار کادو گیر تو میاد، بعد که نیست. لازم نیست، این بحث هم همینجا تمومش کن. تو لجبازی رو تمومش کن. من میگم میخوام برای تولد بگیرم بیشور. عوض دست درد نکنه است، واسه من قیافه میگیری؟ بیشور منم یا تو که بدون اجازه من لیدر تیمو میکنی مباشرت؟ کی جمشید؟ لطفاً مسائل کاری رو وارد مسائل خانوادگی نکنید. مامان شما هیچ بهش نمیگین؟ من دارم سالاد میخورم، شما بفرمایید. خواهش میکنم خانم، اختلافات رو کنار بذارید، ما اومدیم امروز با هم یکم مهربون تر باشیم. اختلاف من با این خانم هیچ وقت حل نمیشه. چه حل بشه چه حل نشه، من این جشن رو میگیرم، شما هم شرکت میکنی. قربونت برم. قربونت برم، من تو اون جشن شرکت نمیکنم، الان سر میز غذا با شما نمیشینم. ببخشید. این دفعه حق با تو بود، این داره لجبازی میکنه. من برم دنبالش. بشین من میرم. خانم بوسه یه لحظه. آقای رستمی خواهش میکنم، من حتی حاضر نیستم یک دقیقه دیگه این خانم رو تحمل کنم. شما یه لحظه به حرفای من گوش بدین، اگر بی ربط بود هر کاری خواستین بکنید. بفرمایید. من با هوش و درایتی که از شما سراغ دارم باور نمی‌کنم این فرصت طلایی رو به این راحتی از دست بدید. کدوم فرصت طلایی؟ همین فرصت بزرگی که این خانم با اشتباه کوچیکش در اختیار باشگاه گذاشته. این مراسم میتونه تضمین کننده منافع باشگاه باشه. ببخشید جشن تولد من چه ربطی به آینده باشگاه داره؟ تولد شما یه بهونه است، یه بهونه برای اینکه اسپانسرها رو بکشونیم باشگاه، یه جوری نمکگیرشون کنیم با باشگاه قرارداد ببندن. مثلا همین پسر قباد، کافیه پیرن تیمو بکنیم تنش با پدرش چند تا عکس یادگاری بگیره. اون وقت باباش حاضر تمام پولشو خرج باشگاه کنه. نمیدونم. من کاری به اختلاف شما با این خانم ندارم، اما این خانم با این کارش داره یه گره از مشکلات باشگاه ما باز میکنه. میخواد برای باشگاه خرج کنه، خب بذارید بکنه. چه اشکالی داره؟ حرفای شما درسته، ولی من با شناختی که از شعله دارم هیچ کاری رو بی دلیل انجام نمیده. معلوم نیست چه خوابی واسه ما دیده. شما نگران نباشید، من خودم اون رو اماس میکشم بیرون. نمیذارم این خانم به منافع باشگاه صدمه بزنه. خیلی خوب باشه، پس من رو حرف شما حساب میکنم. خب پس میشه خواهش کنم تشریف بیارین داخل؟ شما بفرمایید، تو من یه چند دقیقه دیگه میام. نمیخوام فکر کنه به این زودی کوتاه اومدم. پر رو میشه. منتظرم. شما مهمون نسرین خانم هستین؟ نخه. میشه گفت شما هم رو دعوت کردین. بله، از اون لحاظ که همه مهمون من هستین. چی شد؟ تا حالا دختری به این سرسختی ندیدم. هرچی دلیل آوردم، برهان آوردم، به خرجش نرفت که نرفت، چقدر شما تعریف کردم. از من؟ بله، به هر حال شما دارید وقت میذارید، میخواییم برش مهمونی بگیرید. سرسختر از این حرف هاست، همینطوری عصبانی بیرون نشست. از اولش هم میدونستم کار شما نیست، خودم باید برم. میری بیرون یه چیزی بارد میکنه، میگم عصبانیه.
شما چرا این حرفو میزنی آسیه باش؟ شما که میدونی. خیلی خب پس مراقب باش. چی شد؟ شما از چی خبر داری؟ چیزی نیست، این بچه یکم توهم زده، خیالاتی شده، چیز مهمی نیست. دست را خانم. تو برای چی اومدی بیرون؟ اومدم ازتون خواهش کنم به خاطرم برگردین داخل. آقا کاظم، من آذرم قسم بخورم سوء تفاهم شده، براتون توضیح میدم. بیه بند اون دهنتو، با نیش باز داری گل میده به دختره، وقت تو بگی سوء تفاهم شده. شما اجازه بده من برم خودش رو صدا کنم، میاد برای شما توضیح میده. ببین پسر، خوب گوشت واکن ببین چی بهت میگم. اگر یک بار دیگه، فقط یک بار زنگ در خونه من بزنی، دست ده قلم میکنم، فهمیدی؟ رامیا بریم دختر. لیلا خانم، من به برادر شما دختر بده نیستم. و سلام، خط بکنم. شو. هیچی نشد، باز دوباره جنابالی گن زدی به زندگی داداشم. من نمیدونم تو چی پدرکشتگی با داداش من داری. حالا دیگه من مقصر شدم. آقا به من چه؟ داداش شما اومده اینجا گل برداشته دار... من درستش بکنم.